بازار نقل و انتقالات این روزها همه فوتبال ایران شده و در این بین اهالی فوتبال و علاقمندانش از خود میپرسند چه تیمی بهترین عملکرد را در این فصل داشته. به نظرم تیم استقلال، تیم پرسپولیس و تیم تراکتور توی بازار نقل و انتقالات خیلی خوب عمل کردن و خوب عمل کردن در بازار نقل و انتقالات تضمین موفقیت در فصل پیش روز. آقای فرکیان رو تو مسابقه خوندن گفته بود که حالا هر کی بازیکن بگیره موفق نیست توی نقل و انتقالات. بعد اون تو کارت چی راست میگه. تاریخ فوتبال ایران حداقل پر است از تیم‌های کهکشانی که مدیرانشان با چمدانی از پول و چک‌های مدت‌دار به بازار نقل و انتقالات رفتند و تا توانستند بمب ترکاندند، اما همه آن بمب‌ها در طول فصل هیچ کمکی به باشگاه‌های خود نکردند، چون باشگاه‌ها برای خود هدف گذاری نکرده بودند. فصل نقل و انتقالات به اون دوری اطلاق میشه که باشگاه‌ها بتونن ترمیم بکنن نقاط ضعفشون رو با تعداد اندکی بازیکن و بازیکنایی که مازاد هستن و به واسطه درآمدزایی در اختیار باشگاه دیگه قرار بدن، که متاسفانه در این وضعیت امروز کشورمون اصلا ما شاهد همچین حالتی نیستیم. فقط تقاضا برای بازیکن هست و متاسفانه فقط داره خرید انجام میشه. استراتژی متاسفانه در زمان نقل و انتقالات بین مدیران ما حاکم نیست. پس اگر استراتژی مهم باشد، برد و باخت در فصل نقل و انتقالات چه اهمیتی دارد که هواداران تیم‌های پرطرفدار نگران رفتن این بازیکن و آمدن آن بازیکن هستند؟ ما الان بازیکن آوردیم که متعادل کنیم هر گونه خروج بازیکن از کادر بازیکنامون جایگزین داشته باشه. من تو لیستی که به باشگاه اعلام کردم صرفا نتیجه نهایی و شخصی بنده نبوده. نمیخوایم همینجوری یکی رو بیاریم که بگیم بازیکن آورد. فضای انتخاب نشدن، لیست ورودی، لیست خروجی صرفا طبق کار کارشناسی شده است. و از طرف دیگه هم خب باید به بودجه‌مون توجه بکنیم که چه بازیکن رو میتونیم بگیریم. درست است که بازیکن خوب ابزار مهم موفقیت است، اما به شهادت تاریخ جذب نامدارهایی که خود را بزرگتر از باشگاه ها میدانند هیچ تضمینی برای موفقیت نیست. این بازیکنان انشالله بتونن همون جوری که اسم و رسال تو بازار نقل و انتقالات بودن بتونن در باشگاه استقلال و پرسپولیس هم همون جوری گل کنن، یعنی نباشه که فقط اسم و رسالشون باشه واسه بازار نقل و انتقالات. حدود یک ماه دیگر فصل جدید فوتبال ایران آغاز خواهد شد و آنجا معلوم شود کدام تیم بر اساس نیازهایش واقع گرایانه و مفید یارگیری کرده.